اینجا نوشین، مرکز جغرافیایی ایران. دربند متشکل از چند تا خونه. دکتر محمد علی اسلامی نوشین، شاعر. بله بله. اینجا قلعه سفید است. بله بله. سلام، خوبی؟ سلامتین انشالله. اینجا کجاست؟ اینجا اسمش چیه؟ اینجا آبونه ها خلعه. نه، اسم روستا چیه؟ اسم روستا شهر چیه؟ نودوچان. نودوچان؟ اینجا نوشین، مرکز جغرافیایی ایران. نوشین خدمتش به دوران قبل از اسلام برمیگرده. وجه تسمی نوشین از سه تا کلمه تشکیل شده: ند، او، شن. شن به معنی جایگاه، او به معنی آب و ند به معنی فزونی، سودمندی. اینجا چیزی که هست فراوانی آب در این منطقه مشهوده، ولی متاسفانه آبش شوره. یکی از جاذبه‌های تاریخ نوشین خانه قلعه هاست، چون نوشین تا دوره ایلخانی حصار اولیه نداشته، خونه به صورت خونه برج بوده. یه خونه بزرگ، چند تا برج نگهبانی کنارش. یه نمونه از اون خونه برج ها همین خونه قلعه هاست که میبینید. بله بله، درش کلا منبت کاری شده. این به صفویه، ولی شاید ایلخانی هم باشه. یکی از معدود خونهای سه طرفه است که دو طبقه است، سیلو گندم داره و آسیاب آبی هم داخل خودش داره. بله بله. این در چوبیه چیه حکایتش؟ ببینید این در همین خونه قلعه است که ببینید کلا میخای کوچیک داره، بله کلا منبت کاری شده به صورت ریز. بسیار خوب، بریم داخل. خب بفهمید. بله بفهمید. اینجا جاریه. بله این همیشه جاریه. آبا گفتیم آبا قناته دید. بله، یکی قنات اصلی داره شهر نوشین و 12 تا قنات فرعی که
اون قنات به صورت زه کش این قنات اصلی هستن. یعنی آب که از تو زمین های پایین دست فرو میره تو قنات بعدی میاد بیرون، دوباره تو قنات های بعدی که میره پایین. این سیوچی بوده ولی متاسفانه تو چند سال اخیر تخریب شد. مرمت نمیشه؟ متاسفانه چون خورده مالک داره امکان مرمتش یکم مشکله. بعد این وسط چی بوده؟ یعنی وسط این حیاتش بوده. خب این گوشه اگه نگاه کنید آسیاب آبیه، این قسمتی که علف خودروی اومده بیرون، این قسمت آسیابه که از پایین نگاه کنید مشخصه. این خونه فکر نکنه خونه یک نفر بوده؟ بله اینا خونه شخصی بوده، بوده. اصلا کلن منطقه نیدوشن خونهاش به این شکل. بعد الان که بیان جلو یکی سیلو این وره یکی سیلو این ور، که حالا از پایین که بریم قشنگ مشخص. این سیلو گندم از اینجا گندم، از اینجا گندم میریختن پایین، پایین ور میداشتن. بله بله بسیار عالی. بعد اون طبق اون زیری نم همشون بله پله میخوره میره پایین. الان میره پایین سیلو رو میخوایم ببینیم از پایین بعد بریم بکشیم. بعد چیزی که داریم مثلا اینجا مثلا پله هم میخوره میره بالا. اکثرا خونه به صورت خونه برج بوده، برج چهار طرف بوده. ببینیم مثلا اونا متاسفانه تخریب شده، این قسمت تخریب شده، این قسمت تخریب شده. ولی میگم سیلو گندم خیلی چیزه جالبیه که همه جا نیست. تو کوچه من دیدم همش آب جاری بود و ببینید یه توصیف خیلی قشنگی دکتر محمد علی اسلام نوزشن داره در مورد این آب. بله خدمت معرفی میکنم. دکتر محمد علی اسلام نوزشن شاعر و ادبیات ایران و وچی میگفتن فردوسی زمان. بله. چون اکثرا کلا کارش ایران شناسی بوده. ایران را از یاد نبریم. دیگه به حضور عرض کنم کتاب روس هاشون که در مورد سرگذشتشون هست و یه چیز خیلی تصنیف جالبی که در مورد این آب دارن. میگن که آب و رشته آب که حیاتش بود در مورد شهر نوشتن. خب و رشته آبی که در وسط شهر رشته حیاتش بود مانند نیل در مصر به آن جان میبخشید. خب یعنی این آب مثل رود نیل به این شهر جان بخشید. سلام علیکم. ببینید 60 هکتار بافت قدیم نوشان هست. کل بافت 60 هکتاره که به واسطه 12 برج احاطه شده. 12 تا برج دور تا دور شهر هست و 5 تا برج نگهبانی هم روی این کوه مقابل هست که الان یکیشو میتونه از اینجا دید داشته باشید. 5 تا برج روی این کوه هست. این 12 تا برج که دور تا دور شهر بوده به واسطه یه حصاری وصل شده بوده. بعد اومدن چیکار کردن برای شهر، چون شهر بیشتر شهر نظامی بوده، اومدن یه حصار ثانویه دور تا دور تو محلات کشیدن که شهر رو به 9 تا محل تقسیم کردن. 9 تا محل تقسیم کردن. تو هر محلی اومدن یک دربند گذاشتن، دربند یا پناهگاه. دربند یه کوچه رو میومدن مسقف میکردن، دیوارای بلند به واسطه چند خونه که مواد غذایی هم اونجا نگهداری میکنن. وقتی دشمن وارد شهر میشده
برای اینکه وقتی دشمن وارد شهر میشده، مردمی که نمیتونستن پناه ببرن به محلهای بعدی میرفتن داخل دربند ها، که الان یکی دربند ها رو اینجا من بهتون نشون میدم. بله، اینم یکی از همون خونهای سبتی است. ما یه چیز دیگه ای که داریم، اکثرا تو شهرهای قدیم کوچه آشتی کنون داشتیم. ما اینجا کوچه آشتی کنون نداریم، کوچه دوست داریم. بله، الان مثلا ما ببینید این همون کوچه دوست ماست که اصلا اسمش هم کوچه دوست. خب این یکی از همون دربند هایی که بهتون گفتم. دربند متشکل از چند تا خونه که در به صورت لایه لایه بوده و اینجا یه پله میخوره میره بالای این سطح بالا، یعنی دو پوش هست اینجا که مواد غذایی رو این زیر نگهداری میکردن. اینم یه در تاریخی دیگه. یه چیز جالبی که در مورد دربند ها بهتون بگم، اینم یکی از دوستان ایران گرد، طول کل این دربند ها 32 متر. اصلا 32 متر. از اون پایین تا اینجا اگر قدم بکنی یا متر بزنی 32 متر. یکی دربند هم اگر الان بریم اونم 32 متر. کل هم دربند ها 32 متر. حالا اینم یه شخصی به اسم نیما ایران گرد. فکر میکنم که معماری، یعنی الگوی معماری مشترک. بله، الگوی معماری مشترک، معمار متفاوت باشه. اینم رخشور خونه است. سقف هم جناح بزنه. اینجا رخ میشسته. بله، رخشور خونه است که هنوز هم استفاده میشه. هنوز هم استفاده میشه و هنوز هم آب جاری است. جریان داره. بسیار عالی. یه چیز جالبی که ما اینجا داریم، اسم زن ها تو کوچه ها استفاده شده، رو بناها استفاده شده، رو مساجد استفاده شده. اسم زن؟ بله، اسم زن. مثل آبنباره، مثلا سکینه خاتون، یا مثلا مسجد آمنه گل، یا کوچه حاج کوکه. فکر کنم اینا هم شخصیت هایی بودن. نه، شخصیت معمولی بودن، ولی مثلا چون اسمشون استفاده شده. مثلا شخصیت هایی بودن؟ بله بله. ولی اسمشون استفاده شده در مورد اون بنا. ببینید اون قلعه سفید است. قلعه سفیده که چون روی کوه سفید واقع شده، اسمش هم به همین اسم شده که اون مرزبانی راهداری بوده که اونم یکی از اقامتگاه شهر است. چرا؟ خب میخوای شهر رو بگیریم یا بریم اونجا؟ من میگم بیا با ماشین بریم سریع تر بشه که نورم از دست نیست. میخوای از الان بالا رو بگیریم بعد باش ماشین بگیریم؟ آره. الان داریم میریم به سمت قلعه سفید. قلعه سفید؟ آره، چون این قلعه روی یه تپه واقع شده به همین نوع که سنگ تراورتنه، به اسم قلعه سفید مشهوره. اونجا الان به صورت یه اقامتگاه هست که مورد استفاده قرار میگیره. این قلعه مرزبانی و راهداری بوده، چون قدیم کشور به صورت ایالتی ایالتی داره میشده، هر ایالت حاکم مخصوص خودش داشته، اون خراج گذار حکومت مرکزی بوده.
امنیت راه ها و امنیت مرز هم به عهده خود حاکم بوده. اینجا مرزبانی بین دو تا ایالت بود، میبود، نوشان، ابرکو به این صورت. بعد اینجا یه جور این که میگم مرکز جغرافیای ایران یه خاصیتی داره که به سه تا استان راه داره و به شهرهای مختلف، که به صورتی که به تو عرض کنم میبود 50 کیلومتر، عقدا 60 کیلومتر، ورزان اصفهان 90 کیلومتر، قمش اصفهان یا شهرزا 180 کیلومتر، آباد فارس 170 کیلومتر، ابرکو 90 کیلومتر، یه مسیر دیگه ابرکو دائما اینجا مرکز میشه. بله، یه مسیر دیگه میره ابرکو 120 کیلومتر، تفت 80 کیلومتر و یزد 75 کیلومتر. اینجا قلعه سفید است، روی یه تپه به همین نام واقع شده که مرزبانی و راهداری بین دو تا ایالت بوده. نظامیه. بله، نظامی هست. اصلا داخل که برین به همین حالت. بعد متریالش در واقع از سنگ و از همین متریال همین اقلیم استفاده شده. بله بله، کلا از سنگ و گل هست. چارت برج نظامی و به هیچ وجه پنجرم رو به بیرون نداره. اینی که بهتون گفتم که 12 تا برج دور تا دور شهر، از اینجا اگه نیا کنید نور خورشید هست، 12 تا برج میتونید دور تا دور شهر ببینید، 5 تام روی این کوه، یکیشون کنار منار جمهور ببینید بریم پایین، یکی اونجاست، یکی اینجا تخریب شده، یک نوک اون قله کوه، یکی اینجاست و یکی هم پایین. یعنی کلا همه جا رو دور دست هم میپاید. بله بله، این کلا شهر نظامی بوده. یه چیز دیگه ای که هست، این قلعه جدا از بافت شهر هست، چون ربطی به شهر نداشته، سرباز ها که داخل این بودن داخل شهر نمی رفتن، تامین آب هم به عهده خودشون بوده. برای تامین آب اومدن چیکار کردن؟ اومدن سنگ رو برش دادن، خب یک چاه به عمق 9.43 متر حفر کردن که آب و زمست و آب برف و بارون رو هدایت میکردن داخل چاه و تابستون به عنوان سنگ آب استفاده میکردن. خط سر تو مازی باشید. نه شما فرمزید، من دیگه داخل.
Thank you.